عزیزان، با آمادگی قلبی و اون انتظار مقدس وارد کلیسا بشن که خدا ملاقاتشون میکنه امروز، وارد جماعت مؤمنین بشن با این انتظار که خدا امروز میخواد قومشون ملاقات کنه، هندیاشون رو محو کنن، حواساشون رو جمع کنن، حتی اگه چند دقیقه هم زودتر اومدن در دعا باشن، در طلبیدن روی خدا باشن. ایمان دارم فضا انقدر آکنده از حضور خدا میشه که اگه افرادی که میان شتاب زدن، گرانبارن، مخشوش فکراشون، هیچ آمادگی قلبی ندارن، وقتی وارد این حضور میشن انقدر جو پره که اونا رو در آرامی خودش قرار میده. این طور میشه که این انتظار مقدس همینطور مضاعف و مضاعفتر میشه. باور میکنین؟ آرزو دارم که یه روزی کلیسای آلفا اومگا مثل کلیسای ایران، کلیسای جماعت ربانی، ما همیشه حتی اگه نیم ساعت هم زودتر میرفتیم در دعا بودیم، در طلبیدن روی او بودیم و خودمون پر میشدیم از حضور مقدس و عالی او. باشه که امروز افکار و قلب‌های ما به حضور او برافراشته بشه. باشه که تک تکمون با احترامی آگاهانه به هیبت الهی، به حاکمیت الهی، به حضور زنده مسیح که بین ما در این لحظه خرامانه اینجا باشیم. آمین. باشه که امروز آیات و معجزات به وقوع بپیونده و بالاترین و مهمترین معجزات اینه که امروز ما درک کنیم که عیسی بهترینه، عیسی عزیزترینه، عیسی عالیترینه و تمام نیاز ما در عیسی مسیح خداوند خلاصه میشه. باور میکنین؟ آمین. عنوان پیام امروز پرستش در روح و راستیه. ایمان دارم که خدا میخواد امسال ما رو در این فضا ببره. ماه دسامبر سه شنبه چهارم بود که پیامی از خدا شنیدم که امسال 2019 خداوند میخواد پرستش رو در این کلیسا برپا کنه. اگه شکستگی هایی داره این خیمه داوود که حضور خداست، همجور که برادر نور تایید کردن، قوت خدا، تابوت عهد خدا که پرستش در روح و راستیه، خداوند میخواد برپا کنه در این کلیسا. شکستگی هاش، اگه شکستگی داره مرمت کنه، اگه جاهایی باید احیا و مرمت بشه، خدا میخواد احیا و مرمت کنه تا امسال تک تک ما وارد اون پرستشی در روح و راستی بشیم. آمین. مزمور 100 رو براتون قرائت میکنم، آیه 4 و 5 میگه به دروازه های او با حمد بیایید، به صحنای او با تسبیح، او را حمد بگویید و نام او را متبارک خوانید، زیرا که او نیکوست و رحمت او تا ابدالآباد است. عزیزان وقتی این دوتا آیه رو میخونی سیاحت یک زائر مسیحی رو میبینی که چقدر زیبا داره به تصویر میکشه، زائری که با شکرگزاری از صحنای، از درهای برنجی، دروازه های برنجی اون صحنا میخواد وارد شه. این شکرگزاریه که دروازه ها رو باز میکنه تا او وارد بشه. وقتی وارد میشه اشتیاقی پر از تسبیح و ستایش قلب او رو فرا میگیره و در نهایت جلو جلوتر میره تا وارد مقر پادشاهی شاه شاهان بشه و اونجا پرستشی در روح و راستی رو با تمام سلولای بدنش تجربه کنه. عزیزان هر وقت این دوتا آیه رو میخونم حقیقتاً بگم تپش قلب اون زائر رو در قلب خودم احساس میکنم که چطور بیتابه، چطور ملتهبه که وارد حضور خدا بشه. همجور تپش قلب خدا رو که منتظره، چطور این زائر ملتهب و مشتاق وارد بشه
تا خدا او رو شریک قدوسیت و محبت الهیش بکنه، تا دیگه پشت در همونجا عادت نکنه که بمونه، بلکه جسارت دخول و شرفیابی به حضور این شاه شاهان رو داشته باشه. آمین. خدا مشتاق عزیزان که ما رو در مکانی هدایت کنه که محبت، پرستش، حمد، سنا، ستایش، استغاثه در اون هیبت خودش، در اون قوت خودش صورت بگیره. خدا اینو میخواد در مکانی که محبوب با محبوبه یک پیوند و یگانگی خاصی پیدا میکنه، در مکانی که روح ما همچون که سرود خوندیم مثل یه عقاب پرواز میکنه. عزیزان و اونقدر از برکت محبت آتشینه یهوه خدا پر میشیم در اون مکان، در اون صحنه اندرونی که مثل پولس میگیم همه چیز رو فضله میشماریم تا فقط در او یافت بشم، همه چیز رو فضله میشمارم تا این محبت رو بیشتر و بیشتر بشناسم، تا مسیح رو دریابم. عزیزان بی خود پولس اینو نمیگه، تا تپش قلبه خدا در قلب او بتپه. برای این تونسته پولس اینو بگه، حرف فقط نبوده، حقیقتا زندگی کرده، همه چیزو فضلش مرده. او که تاج ها داشت، او که پاگون ها داشت، فقط حرف نمی زد. او وارد اندرونی شده بود، وارد مقر شاه شاهان شده بود. عزیزان اما رسیدم به اینجا تو یک طرفت العین نیست. برای رسیدن به اینجا خداوند میدونه ما انسانیم، یاد میاره و قدم به قدم، پله به پله، به قول ارومنه عزیز، گاماس گاماس، نه در مسیر احساس بلکه در مسیر ایمان ما رو جلو جلوتر میبره. اولی حرکت برای شروع این که به صحنای او داخل شی. چطور داخل میشی عزیزان؟ با شکرگزاری. درها و دروازه های صحن خداوند فقط با شکرگزاری باز میشه. هیچ مذهبی در هیچ کجای دنیا به اندازه آیین کتاب مقدس و شکرگزاری عزیزان تاکید نکرده. هیچ آیینی چنین مصرانه به پیروانش نگفته که خدا رو شکرگزاری کنی. مراتب شکرگزاری خودتون رو به این شاه شاهان ابراز کنید. پولس میگه طغیان انسان نسبت به خدا از اونجای شروع شد که خدا رو شکر نکردن. در رومیان باب 1:21 میگه هرچند خدا رو میشناختن اما او رو چون خدا تمجید و شکر نکردن. عزیزان از همینجا طغیان انسان شروع شد. اما چرا خدا اینقدر اصرار داره که ما رو شکر کنیم، ستایش کنیم، بپرستیم، جلالش بدیم، بادش بزنیم؟ چرا عزیزان؟ ما معمولا از افرادی که هی میخوان تحسین و توجه ما رو جلب کنن یه جورایی خسته میشیم. یه جورایی از افرادی که هی در تلاشن افرادی رو دور خودشون جمع کنن که این تملق‌گویی کنه و لذت میبرن از این تملق‌گویی افراد، پر و بال میگیرن، نیست؟ خوشمون نمیاد. شاید اولش یه ذره همکاری کنیم ولی در نهایت یه جوری میفهمیم که اینا به خاطر کمبودشونه که میخوان جبران کنن. چرا خدا؟ مگه ضعیف النفسه؟ مگه خدا کمبود داره عزیزان؟ چرا این همه اصرار داره؟ نه، او کمبود نداره. کلام خدا میگه همه چیز از اوست، همه چی به واسطه اوست، همه چی به سوی او داره حرکت میکنه. او از دست من و تو خدمت نمیشه که انگار به چیزی احتیاج داره. او چشمه آب حیاته، هرچی که نیکوییه از اوست و به طرف اوست. عزیزان او چشمه جمیع رحمت ها، تسلی ها و فیض هاست. این خداست. چرا باید او رو پرستش کنیم؟ چون خدا پر جلاله، چون خدا ویژه است، چون خدا منحصر به فرده، چون خدا پر شکوهه. باور میکنی؟ چون با قول فیلم مارمولک اند نیکویی و فیضه.
چون خدا پرهیبته، چون خدا قدوسه، چون یگانه است، او کاملا متفاوته با مخلوق خودش، چون خدا در اون شکوه و عظمت خودش عزیزان همینطور گشاده دسته، سخاوتمنده و مشتاقه که من و تو رو شریک کنه در اون قدوسیت خودش، در اون محبت خودش. ما رو میخواد وارد اون حیطه وسیع و ناشناخته بکنه که خودت بچشی، خودت بچشی که ببینی خدا چقدر نیکوست در اون محبت و قدوسیتش. ما هرگز و هرگز نمیتونیم و نخواهیم تونست اونطور که خدا رو سزاواره و شایسته شکرگزاری کنیم، تمجیدش کنیم، پرستشش کنیم. ما نمیتونیم عزیزان، مگه اینکه یه کمی فقط خدا خودش این لیاقت رو بده، خدا ابتکار عمل رو در دست بگیره و خودش رو به ما بشناسونه، رخ بنمایه، اونم برای کسایی که مشتاقن عزیزان، کسی که او رو میشناسه یه کمی، کسی که به اعمال او و شخصیت او تفکر میکنه. زمانهایی که مسابقه جام جهانی شروع میشه، یادتونه جام جهانی فوتبال، نمیدونم دوباره کی شروع میشه، من که اصلا سر در نمیارم، این همه هیجان، این همه کلمات پرتمطراق برای یک بازی توی زمین دنبال توپ دویدن به قول رهبر عزیزمان، برای چیست که دنبال یک توپ انقدر میدوید؟ این خلوچل بازی ها برای چیست؟ برای من شخصا عزیزم فوتبال اصلا جذبه ای نداره. چرا؟ چون اصلا شناختی ازش ندارم. روی انگشت شست دست چپ من 3 بخی هست عزیزان که یه یاد بوده از یک فوتبال هیجان انگیز، نه برای من، برای کسی که در کنارم بود. من مشغول سبز خورد کردن بودم و تمام حواسم، تمرکزم این بود این سبزی ها خورد شه، سرخش کنم، یه قرمه سبزی خوشمزه درست کنم و نوش جان کنم. همینجور که داشتم سبزی ها رو خورد میکنم، در یک لحظه که اصلا انتظارش رو نداشتم، تیم مورد علاقه این فرد بغل دستیمون یه گل جانانه زد. این شخص چنان با شادی یه محکم رو زانوهاش زد، بعد یه داد زد، بعد فریاد زد، بالا پایی میپرید عزیزان. من که محو این تری جعفری ها بودم، یک دفعه به جای تری جعفری شست نازنینم رو بریدم. باورتون میشه؟ خون اینجوری داشت فوران میزد، ولی من میدونستم فوران خون و اظهار درد و رنج من هیچ تأثیری در فرد بغل دستیم نداره. برای همین انگشت نازنینم رو با دست راستم سفت گرفتم که خون ریزی نکنه، ساکت در تعجب این همه جیغ و داد که 10 تموم شه، هیجان فوتبال تموم شه و من بگم شدیداً به یک بیمارستان احتیاج دارم. چی میخوام بگم؟ اگه من فقط وقت میذاشتم عزیزان، یکم علاقه نشون میدادم، از مهارت‌های بازی سر در میآوردم، اگه از فوتوفن‌های فوتبال یکم سر در میآوردم، منم لذت میبردم، درسته؟ شستم به این روز میافتاد؟ منم حتما برای یه حرکت زیبا و جانانه و جهشی که منتهی به یه گل پیروزی میشد همونطور بالا پایین میپریدم و زبانم به تحسین و ستایش بلند میشد. پس چی میخوام بگم؟ اگه میخوام شکرگزاری کنیم، اولین قدم شکرگزاری کنیم و بعد وارد اون ستایش، تمجید و پرستش عمیق‌تر بشیم با موعظه یخته. این موعظه امروز فقط جهت رو نشون میده عزیزان. ما به وسیله نصیحت های انسانی، وصیت های انسانی وارد حیطه شناخت خدا نمیشیم. خودمون باید این اشتیاق رو داشته باشیم. یادم وقتی دروس الهیات رو میخوندم، بعضی از این کتب رو میخوندم عزیزان،
فقط میخواستم یه گوشه خلوت پناه ببرم و قربون صدقه این دامادم بشم، او رو بپرستم، او رو شکر کنم، با هر کتابی که میخوندم یک شناختی پیدا میکنم، یک شناخت ذره‌ای و نسبی، ولی قلبم به تالاپ و تلوب در میامد و همین شناخت باعث میشد که اشتیاق و التهابم، شور و حرارتم برای او بیشتر و بیشتر بشه. پس اولین مرحله برای اینکه وارد حضور پرجلال باشی روح شکرگزاریه، مخصوصا عزیزان در سایه وادی های موت، اونجا دیگه شکرگزاری نیست، قربانی های شکرگزاری که مثل عطرهای خوشبوه به حضور خدا تقدیم میکنی. وقتی در چاه شیرانی، وقتی در دست نبوکدنصرهای بیرحم و سنگدل اسیری، وقتی در عمق آب‌های بسیاری و هیچ کس نمی‌فهمه در چه وضعیت هستی. یادتونه یونس در دهان ماهی بود، در عمق آب‌های بسیار، در مشکلات و تاریکی چیکار کرد؟ اول خواست یه جوری تحت تاثیر خدا رو قرار بده، شروع کرد گفت ای خدا من، یادت بیاد تو نمیدونی من تو ژرفیا هستم، اون زیر آبها بر من هجوم آورده، سیل ها من رو پوشونده، جمعی موج ها داره از رو من میگذره، این علف های دریا همه به دور سر من پیچیده، خداوند نمیبینی؟ ببین، ببین تو شکم ماهی به چه روزی افتادم، ببین به قعرها چطور دارم فرو میرم، ببین در بنیان زمین لوجه ها دارم گیر کردم، این باطلاق دارم فرو میرم، دل من در من بیتابه ای خداوند. یادتونه؟ اما همه بگین اما. عزیزان یک امای عظیمه، این یک کلمه کلیشه ای نیست عزیزان ها که بازی کنی، این اما در کلام خدا تفاوت‌های عظیمی ایجاد می‌کنه. باورتون میشه؟ یه دفعه تو رو از تاریکی میاره تو نور، از لعنت به برکت، از افسردگی و ناامیدی به شادی و امید. اون دعا کرد، دعا کرد، استغاثه کرد، هیچی نشد، اما با آواز و تشکر به سوی خدا صدامو بلند کردم، گفتم ای خداوند برای تو قربانی تشکر خواهم گذارم، غلط کردم، جان عمد دست از سرم بردار، به آنچه که به تو گفتم نصر کردم، انجام خواهم داد، و فریاد زد نجات از آن خداونده، نجات فقط از آن خداونده. پس خداوند ماهی را امر فرمود تا یونس را در خشکی قی کند. عزیزان دعا کرد، دعا کرد، هیچ اتفاقی نیفتاد، اما وقتی شکرگزاری کرد ماهی نتونست رو در شکم خودش نگه داره. چی میخوام بگم عزیزان؟ وقتی در شکم ماهی های بزرگ گرفتاریم، در چه کنم چه کنم ها هستیم، ما احتیاج به عزمی استوار و راسخ داریم که در همون وضعیت شکرگزاری کنیم، حتی اگه اتفاقی نیفته عزیزان، روح ما آهنی میشه، روی ما مثل سنگ خارا میشه، وجود ما در اون سختی ها مصمم میشه که در هر وضعیتی خدا رو پیروی کنی. اما خدایی که در رحمانیت دولتمند و عظیمه، برای یونس همینجور که به میان اومد، برای من و تو هم به میان میاد عزیزان. خداوند یه موقع ما رو انقدر پایین میبره، انقدر بارهای گران رو شونه های ما میذاره، انقدر مردمان نادر رو بر سر ما سوار میکنه، انقدر ما رو به عمقا ببره تا چیکار کنه؟ تا ما رو بالا بکشه، تا زبان ما سرود تازه بخونه که نجات از آن خداوند است نه از آن انسان ها. آمین. شکرگزاری به طور عجیبی ما رو روی اعمال خدا متمرکز میکنه، اما ما رو وارد ستایش میکنه، ستایش ما رو روی شخصیت خدا متمرکز میکنه. مزمور 48 آیه 1 میگه خدا بزرگ است و بی نهایت در خور ستایش. این فریادی عزیزان که از ابتدا تا انتهای مزامیر تنین اندازه، به گوش میرسه، خدا رو تسبیح بخوان، هر که روح دارد خداوند رو ستایش کنه، هر که روح دارد خدای خود رو تسبیح بخواند.
شکرگزاری اعمال نیکوی خدا رو به بیان میکنه و فوران حمد و ستایش رو در قلب‌های ما جاری میکنه. ستایش چه عملی رو انجام میده عزیزان؟ به چی میشه ستایش رو تشبیه کرد؟ نقطه اوج لذت و عاشق معشوق چیه عزیزان؟ وقتی از زیبایی همدیگه تعریف کنن، نیست؟ وقتی از هم تعریف میکنه اثر چاپلوسی نیست. چقدر خواهر عزیزم از ستایش هایی که دریافت میکرد شنیدم، اثر چاپلوسی نیست. خوشی این عاشق و معشوق کامل نمیشه، لذتشون کامل نمیشه مگه اینکه از هم تعریف کنن، همدیگر رو بسرایند، بستایند. آنچه که به غایت برامون لذت بخش و عزیزه، عزیزان به زبان میاریم. کلام خدا میگه زبان از زیادتی دل سخن میگه. خدا نکنه که بین ما باشه، من تو ایران اینو میشنیدم، حتما اینجور نی، بعضی هم مردای ایرانی قربونشون برم، من در دلم عاشقم نیست، هزار تا خشونت های عاطفی و بی‌اعتنایی و سنگدلی ها رو روا میدارم به یارشون، ولی من در دلم، من یه جوری عاشقم که تو نمیفهمی، ولی من عاشقم، نیست؟ چقدر زیبا ستایش شد تو اول سموئیل باب 18، ستایش داوود، یه انسان رو داشتن ستایش میکرد، افرادی فریاد میزدن، داوود 10,000 نفر رو کشت، داوود 10,000 نفر رو کشت، و در چند لحظه به احتمالاً کنار هم تو گوش هم میخوندن وای که چه مرد استثنایی، خوبه بریم از نزدیک با این مرد آشنا بشیم. میدونی چیه منظورم عزیزان؟ وقتی که ستایش میکنی تو یه جوری اشتیاق پیدا میکنی که بری بشناسی، وقتی که بشناسی ستایشت عمیق‌تر میشه، تو یه چرخه قرار میگیری، درسته یا نه؟ آمین. کتاب غزل‌ها عزیزان زیباترین و عمیق‌ترین ستایش‌ها رو از توش میشه استخراج کرد. من یه موقع شرمم میاد راستش بگم این کتاب رو بخوام علنی بخونم، یه جوری سرخ و سفید میشم، ولی خیلی قسمتاشه که خیلی زیبا ستایش‌ها رو به ما یاد میده. داماد و عروس، کلیسا و عیسی، عاشق و معشوق. محبوب میگه اینک تو زیبا و شیرین هستی ای جمیل تر از زنان، ای محبوبه من، ای کبوتر من، ای کامله من، اینک تو زیبا هستی، چشمانت مثل چشمان کبوتره. تا حالا اینا رو شنیدین از عیسی؟ تا حالا شنیدین که قلبتون آب شه؟ من شنیدم عزیزان، من به واضح شنیدم، به وضوح صدای این داماد رو شنیدم. میدونی چه زمانی؟ زمانی که زشت بودم، زمانی که زخم و زیلی بودم، 18 سال پیش، زمانی که پر از گناه و تلخی بودم، عیسی به سراغم اومد. عیسایی که در رحمانیت و فیض و رحمت عظیمه، نجوایی رو در گوش من گفت که هنوز که هنوزه این نجوا در حتی آبهای عمیق و آتشها جان منو برمیگردونه و باعث میشه او رو پیروی کنم و دنبال کنم در هر شرایطی. اینک تو زیبا هستی، یادمه چه عشقی، چه محبتی در قلب من ریخت، چطور جان منو برگردوند. این دلدادگی و عشق و ستایش محبوبه که محبوبه رو به حول و ولا در میاره و باستاب این محبت رو به محبوب بر میگردونه. دهان تو این محبوب من بسیار شیرینه، تمامی تو مرغوبه. چرا میگه دهان شیرینه؟ چون شنیده، نیست عزیزان؟ میفهمی چی میگم؟ اینو تو خیلی رابطه ها میشه بستش داد. تو تمامی تو مرغوب ترینه، این از محبوب من، این از یار من. یه جوری داره پوز میده عزیزان. یه موقع ما یارمون رو نه تنها نمیتونیم معرفی کنیم، بلکه رو خیلی چیزاش هم باید سرپوش بذاریم که آبرومون به قول آرلی نره. ولی کسی که یارش این چیزا رو شنیده پوزش میده، این هست یار من. ای دختران اورشلیم، عشق حقیقی فریاد میزنه. یادتونه سرسپردگان عزیز؟
وقتی خدا رو در اون زیبایی و لطافت و قدوسیت و بی‌همتاش می‌ستایی، او جلوس می‌کنه، او اقامتگاهی می‌سازه، او خیمه‌ای می‌سازه در قلب ما و زندگی ما. مزمور 22 آیه 3 میگه ای تو که قدوس هستی ولی بر پرستش قوم خودت ساکنی. یه موقع میگه خدا کجایی؟ میگه کجا بیام قربون شکلت، یه جایی بساز، یه اقامتگاه، یه خیمه، تا بیام اونجا ساکن شم، تا جان تو رو برگردانم، تا تو رو به چیزهای نیکو سیر کنم. چی کار باید بکنی که خیمه ساخته بشه؟ او رو ستایش کن. آمین. همینطور نه تنها ستایش ما رو متوجه زیبایی ها و فضیلت های بی همتای خدا میکنه، بلکه عزیزان به طور عجیب و غریبی، خواهش میکنم اینو گوش کنین، اگه به فکر خدا هم نیستین به فکر خودتون باشین، ما رو از افسردگی و غم و اندوه بیرون میاره. مزمور 30 آیه 11 و 13 میگه تو شیون من رو به رقص تبدیل کردی، پلاس ناامیدی و افسردگی رو از تن من در آوردی. تا چی بشه؟ تا تو رو بسرایم، تا تو رو بستایم، تا جلالم تو رو سرود بگه. اینجا جلال زبان انسانه که میتونه هم جلال یه انسان باشه وقتی خدا رو میستایه، هم عزیزان این زبان میتونه باعث خیلی زخم و زبان و جدایی ها بشه. میگه تا جلالم تو را ستایش کنه و هرگز خاموش نشه. بیا امروز با قدرت روح خدا اگه ردای تسبیح و ستایش که برازنده تن توئه که فرزند خدایی رو تنت نیست، اگه هنوز در قلبت نوحگری درد غمه، بیا امروز این ردای ستایش رو که برازنده تن تو محبوبه خداست بر تنت بکن. تنها پادزهر شکستگی های روح ما عزیزان در این سفر سخت زندگی پوشیدن این ردای ستایش و پرستشه. شکرگزاری چی کار میکنه؟ ما رو وارد صحنه‌های خدا میکنه. ستایش چی کار میکنه؟ ما رو از اون پرده دریده شده که به خاطر خون عیسی مسیح باز شد وارد قدس الاقداس میکنه. عزیزان میتونم بگم عظیمترین حرکتی که در طول تاریخ مسیحیت انجام شده جنبش پنتیکاستی بوده، که یک حرکت قدرتمند پرستشی در میلیون ها انسانی که روحشون داشت خابیده میشد، داشت به قفلت فرو میرفت، در شریعت و مذهب گم میشد، این جنبش عالی پنتیکاستی به وسیله روح قدوس الهی میلیون ها انسان ها رو روح حیات داد، روح سرزندگی داد و تونست کمکشون کنه که اون پرستش در روح و راستی رو تجربه کنن، اون پرستش حقیقی رو که ما که ایمانداران هستیم باید انجام بدیم. میشاید. آمین. روزی عیسی مسیح خداوند در جستجوی یک فرد عابد بود عزیزان، در جستجوی یک فرد زاهد بود، اما نه در هیکل، نه در کنیسه، نه در کلیسا و معبد، بلکه بر سر چاهی که زنی هرزه داشت آب میکشید. تعلیم عیسی مسیح به این زن شکسته و داغون رکن اصلی پرستش در روح و راستی رو امروز به ما یاد میده. زن نگران محل پرستش بود. در یوحنا باب 4 آیه 20 میگه پدران ما خدا رو پرستش میکردن در این کوه. الان شما ها اومدیم میگین در اون کوه، ما نمیدونیم در اورشلیم پرستش کنیم، در سامره پرستش کنیم، در این کوه، در اون کوه، در این قبله پرستش کنیم، رو به جنوب قبلمون، اونور قبله، کجا باید خدا رو پرستش کنیم؟ عیسی تمامی اینا رو نامربوط دونست عزیزان، در عوض به آنچه که واقعا خدای پدر به اون اهمیت میداد و ما رو برای اون نجات داده اشاره کرد. در یوحنا 4:23 میگه ای زن ساعتی میآید که الان رسیده است که نه در اورشلیم
نه در سامره، نه در این کون، نه در اون کون، نه در این قبله و اون قبله، بلکه هر که خدا رو میپرستد در روح و راستی میپرستد، چون که پدر طالب چنین پرستندگانی است. آمین. منظور عیسی چی بود؟ پرستش در روح و راستی. در متی جواب قاطعی میده، باب 15 آیه 8 میگه این قوم به زبان خود به من تقرب میجویند، به لبهای خود من رو تمجید میکنن، اما دلهایشان از من دوره. جان پیپر که یه واعظ مشهوریه میگه آنچه که، عزیزان اینجا رو خوب گوش کنید، آنچه که احساسات در روح برای خدا مرده موقع پرستش، یعنی تو واقعا عادت کردی بیا اینجا پرستش کنی، جای دیگه هم میری میخونی نیست، عادت کردی کلماتی رو فقط باید بگی، ما میایم یک شنبه بریم پرستش کنیم، عادت کردیم، میگه جایی که احساسات در روح، یعنی در روح راستی نیست، آنجا پرستش نیز مرده است. همطور که شکرگزاری و ستایش احساس ما رو، اراده و فکر ما رو فعال میکنه، پرستش چیکار میکنه؟ روح ما رو فعال میکنه. پرستش حقیقی روح ما رو تسخیر میکنه با جلال خداوند لشکر، مثل اشعیا عظمت بی پایان او رو نظارگر میشیم، حکمت او رو، زیبایی او رو در او غرقه میشیم، در اون مکان عزیزان محبت عظیم او رو میچشیم، یه محبت عجیب و عظیمه، محبتی که اگه بخوام دوباره به اون اشاره کنم فقط مجبورم به غزل غزلها پناه ببرم. غزل غزلها باب 8 آیه 6 میگه محبت مثل موت زوراوره. عزیزان محبت عیسی رو میگه ها، محبت ما رو نمیگه. شعله های محبت مثل آتشیه و این شعله های سرکش آتش، آتشی درونه که آبهای بسیار نمیتونه رو خاموش کنه، سیلابهای بسیار نمیتونه اون رو خاموش کنه. اگه تمام اموال خودتو بدی، اگه مثل پولس بگی همه چیزو فضله میشمرم، باز هم این محبتو خار میشموری. این چه محبتی عزیزان، این چه محبتیه. اگه تو وارد نشی همون بیرون تو اون ساحل، دست و پا بزنی تالاب تلوب کنی، خارج صحنای بیرونی باشی، عزیزان باختی. چنین محبتی رو اگه بچشی فریاد میزنی مثل پولس، آیا مرگ، آیا مرض، آیا ناراستی، آیا ناعدالتی، کیه که ما رو میتونه از این محبت جدا کنه؟ چرا محبت رو به موت تشبیه کردی؟ چه واژه نازیبایی نیست؟ ولی خیلی حقیقیه. کسی که بمیره آیا رهایی داره از مرگ؟ خلاصی داره؟ کسی که میذارنش تو قبر اصلا میتونه بیاد بیرون؟ کسی که در چنگال مرگ گیر کنه اصلا راه خلاصی داره؟ محبت مسیح اینجوریه، ما رو در چنگال خودش نگه میداره، ما رو مسیح اسیر عشق خودش میکنه، مریض عشق خودش میکنه، دیگه آزاد میشی از تمامی عشقای سطحی و زبانی. عزیزان رو محبت ما انسان ها نمیشه حساب کرد، ولی رو محبت مسیح اگه بچشی میتونی حساب کنی. میگه محبتی که از شراب نیکوتره، به شراب تشبیه کرد. شراب چی کار میکنه؟ هیجان به وجود میاره نیست؟ هیجان های لحظه ای. ولی میگه محبت مسیح از شراب نیکوتره عزیزان، یعنی محبتی نیست تشنجی، صبح بگی عاشقتم، فردا هزار تا فتوا و قانون برای طرف بذاری. آمین داره یا نه؟ دلتون میخواد این محبت رو بچشین تا در اون آزادی، در اون هویت اصلی خودتون زندگی کنی؟ جاناتان ادواردز جمله خیلی زیبایی میگه عزیزان، یک الهیدانه، یک موعظه‌گره، یک عارف استثنایی که با موعظه هاش دنیا رو به بیداری کشیده. خوب اینو گوش کنین. میگه شاید علت اصلی پرستش خدا، این واقعا قلب منو تکون داد و اصل اساس اشتیاق خدا برای پرستش عیسی پسر محبوبش در این خلاصه میشه که خدا به دنبال عروسیه برای پسرش.
کسی که عیسی رو مثل خدا دوست داشته باشه، کسی که عروسی که عاشق عیسی باشه مثل پدر. خدا به دنبال کسانی میگرده که او رو در روح و راستی بپرستن، کسانی که شادی و امنیتشون رو در او جستجو کنن. خدا در جستجوی عشاقیه که با تمام قلب، با تمام جان، با تمام احساس خودشون در روح و راستی او رو بپرستن. آمین. و این خداست که عملاً پرستندگان در روح و راستی رو جستجو میکنه. خداست عزیزان، خداست، خداست که میکشه و روح القدس ابتکار عمل رو در دست گرفته. و این عروس، روحی در عروسه، اگه عروس عیسی باشه، عروس حقیقی عیسی باشه، میدونی فریادش چیه؟ میگه مرو بکش، مرو بکش، خودم ضعیفتر از اونم که بیام، داغونتر از اونم که بیام، مرو بکش تا به عقب تو بیام. پادشاه، پادشاه، مرو به حجله های خود ببر تا در تو وجد و شادی رو تجربه کنم، تا در تو بفهمم چقدر سیاه‌فامم. وقتی وارد حجله های اون میشی، قدماش اینه نیست، فقط نمیتونی بگی پرستش کردم روی صلیبم، عاشقم، من عاشق عیسی هم. دیدی؟ باید یه نتایجی داشته باشه. نتایج پرستش در روح راستی چیه؟ وقتی وارد حجله های اون میشی چیه؟ میفهمی که چقدر سیاه‌فامی، در این حال چقدر جمیلی از چشمای عیسی. دیگه خودتو محکوم نمی کنی، نیست؟ اونجا میفهمی که چقدر ناپایدار و بی‌ثباتی، چقدر لغزنده‌ای، چقدر فقط حرف میزنی، چقدر درون توهی و خالی. فقط هنوز عیسی عاشقته، هنوز عاشقانه تو رو عروس خودش میدونه. امروز محبوبت عیسی مسیح از تو دعوت میکنه. کسایی که ایمان دارین، کسایی که وارد اون پیوند الهی در خون و بدن او شدین، میگه ای کسی که در شکافهای صخره هستی، در ستر سنگهای خارا، ببخشین اگه این الفاظ یکمی براتون سنگینه، اینجا اشاره به بدن پاره شده ای اون میکنه، خون ریخته شده ای اون میکنه. میگه کسی که ایمان میاره در شکاف این بدنه، زندگیش در اون مخفیه، در او داره نفس میکشه، در او داره زندگی میکنه تو هر وضعیتی. عزیزان میگه ای تو که در این شکاف بدن هستی، امن و امانی، چهره خود را به من بنما، چون که چهره تو زیباست، چون که چهره تو خوشنماست. عزیزان نمیدونم در این وضعیت چجوری خودتو میبینی. یه موقعی که از دست خودم خسته میشم، همه کار خواستنم اما هیچ کار نتوانستن، با معیارای کلام خدا نمیتونم جلو برم، قاصر میام تو خیلی چیزا، خودمو زشت میبینم، خودمو توهی و خالی میبینم، ولی زود چشمامو مثل اون کبوتری که به من گفت به سوی عیسی میدوزم، اینقدر میدوزم که در او خودمو زیبا ببینم. چون مهم نیست که کی چی میبینه، حتی خودم چی خودمو میبینم، مهم اینه که عیسی تو رو چجوری میبینه. عیسی به تو میگه ای عروس من، ای محبوب من، چهره تو خوشنماست، بیا در اون حجلگاه، بیا وارد شو، همونجا اون دور دورا وای نسا، جلو بیا، چهره زیبای خودتو به من بنما. آواز تو، یه موقع آواز میخونم به من میگن خیلی فالش میخونی، من ناچارم میرم تو همون در رو میبندم میخونم، چون عاشق پرستشم، خیلی هم قرقاتی میخونم، ولی یادم میفته که عیسی به من میگه چقدر صدات زیباست، ای افروق زیبای من. اسم روحانی من افروقه. احساس میکنم هر روز داره من بیشتر به سوی اسم و معنی عالی اون میبره. چهره خود رو به من بنما، آوازت رو به من بشنو. مهم نیست که تو راجع به چهره تو، صدای تو چی فکر میکنی، دیگران چی فکر میکنن. عیسی عاشق چهره توه و صدای توست
خدا میگه به من بشنوان، چهره تو به من نشون بده. عزیزان آرزو دارم که امسال سال 2019 تماممون با هم دیگه، نه یکی این ور اون ور، با هم دیگه در این شناخت جلو بریم، از صحنه‌ای وارد شیم، وارد ستایش بشیم، وارد صحنه درونی بشیم و وارد مقر پادشاهی او بشیم تا بچشیم این زیبایی و نیکویی و محبت خلوص او رو، این شفافیت محبت او رو، این زیبایی او رو، او تمامی و مرغوب ترینه. باور کنید چند سال پیش بود برادر نور یه شهادتی داد، هیچ وقت یادم نمیره، نمیدونم برادر نور بود به احتمال زیاد، گفت یکی انقدر مجنون عشق خدا بود اومد شهادت بده، نمیدونست چی بگه، نمیدونست کلمه انسانی کم آورد، همینجور شروع کرد گفت قوقولی قوقول. منم الان فقط میخوام بگم قوقولی قوقول. ایمان دارم خدا به زبان خودش گفته امسال سال 2019 پرستش در روح راست اینجا برپا خواهد شد. آمین. عروسان او وارد حجلگاه او خواهند شد، خیمه افتاده داوود دوباره بلند کرده خواهد شد. بها داره عزیزان، از اون روزی که اینو شنیدم بهاشو دارم میدم و لذت میبرم، چون میدونم دارم کجا میرم، چون میدونم نمیبازم، برنده هستم با عیسی مسیح خداوند، چون به زبان خودش گفته، به دستای خودش به عمل میاره، نه برای من، برای تک تک عاشقان محبوبانش. آمین. امروز هللویا 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 باشی که عشق عیسی مثل روغنی تازه، مثل یک مسی تازه بر سر شما ها بریزه، خودتونو جوری ببینین که عیسی میبینه، برای او دست بزنین، بیستین برای او رو محبتش کنین، بگیم ای قوت من تو رو محبت میکنم، دلم بر تو توکل داره، دلم بر تو توکل داره، من مدد یافته ام، مدد یافته ایم، کلیسای آلفا اومگا مدد یافته ایم در او که ما رو بیش از حد محبت میکنه. آمین و آمین. از قبل از اینکه وارد یه پرستش عالی بشیم، عشقامونو قوقولی قوقولیامونو به حضور او ببریم. همچی که داشتم در زمان موعظه میکردم، از بعضی از شماها رو در روح میدیدم که دلتون میخواد شکرگزاری کنید، ولی یک زنجیرهایی به دست و پاتونه، عدم شکرگزاری نیست. احساس میکردم حتی بعضی ها رو میدیدم در روح که یک دستمال های سفیدی، یه یاده گفتم این چیه، همجور که داشتم موعظه میکنم روح القدس هم حرف میزد که ایلازر وقتی که نجات پیدا کرده بود از قبر اومده بود بیرون، ولی هنوز کفن پوش بود، نمیتونست بگه خدایا مرسی که منو نجات دادی، شکرت که مرده بو گندو چهار روزه رو بیرون آوردی. عیسی گفت کفن ها رو باز کنین. عزیزان در بین شما کسایی رو میدم که دلشون میخواد پرستش کنن، نجاتو دارین، عیسی عاشقتونه، ولی دهانتون بسته است، قفل شده به خاطر عدم شکرگزاری. زنجیرهایی رو میدیدم و خدا میخواد این زنجیرهای آهنین رو امروز از دست و پای شما آزاد کنه، این زنجیرهای عدم شکرگزاری که نمیذاره برکت در زندگیتون جاری شه، برکت در پی شما باشه در عیسی مسیح. از اون در عیسی مسیح احتیاج نیست ما بریم دنبال عیسی یه ذره برکت بده، خداوند میگه برکت در پی شما خواهد بود و خدا امروز دهان شما رو میخواد از این کفن باز کنه، زنجیرها رو بشکنه، درها و دروازه های برنجین رو خل اصلاح کنه، فرو بریزه تا تک تک عزیزانی که اینجا هستن با شادی خدا رو شکرگزاری کنن برای نجات و کارهای عظیمش. و گروه دوم کسایی هستن که شکرگزاری میکنن اما وارد ستایش نشدن، وارد تمجید خوده، چون شناختشون کمه و به خاطر اینم شناختشون کمه که ردای عدم بخشش
غم و اندوه هنوز رو تن اوناست. بعضی ها رو عزیزان حتی الان میتونم ببینم. خداوند میگه تابوت های که نعش های گذشته است تو اونه و رو شونه هاتون داری حمل میکنین، برای همین نمیتونین عظمت و زیبایی خدا رو ببینین. و خداوند امروز میخواد این بارها رو، بارهای سنگین گذشته رو از رو شونه های شما برداره و شما رو با ردای تسبیح و شادی بپوشونه. آمین. و دسته سوم عزیزان کسایی هستن که شکرگزاری میکنن، ستایش رو تمجید میکنن، عظمت و زیبایی خدا رو میستاین اما جلوتر نمیرن. باورشون نمیشه که یه هیته‌ای هست ناشناخته، وسیع و عظیم و خدا پشت اون پرده ایستاده و قلبش تلاپ و تلوپ میکنه که عروسش بیاد داخل شه. باورشون نمیشه و خدا امروز میخواد این افرادو با ایمان داخل قدس الاقداس بکنه. آمین. هر کسی که این کلام با قلبش حرف زده، به خصوص این نبوتا، پاشه بیسته در ایمان. احتیاج نیست که بیاین جلو، همونجا بیستین. ایمان دارم، ایمان دارم. و هر کی که با ایمان ایستاده، خداوند امروز آزادی ها، گشایش ها ایجاد خواهد کرد در نام عیسی مسیح خداوند، در نام خدای قدوس و عادل. دعا میکنم خداوند این افراد رو تو میشناسی، تو تک تک ما رو نجات دادی، آزاد کردی برای آزادی در نام مقتدر عیسی مسیح. در اون دنیای روحانی هر زنجیر، هر تنابی که مال عدم شکرگزاریه، هر چیزی که دهان عزیزان رو بسته، میدونن که باید شکرگزاری کنن ولی نمیتونن، دهانشون باز نمیشه، به قدرت خون عیسی مسیح آزادی رو روی افراد اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. زنجیرها، زنجیرها و بندهای عدم شکرگزاری در این لحظه شکسته باد در نام عیسی مسیح. هر ردای عدم شادی شو ستایش که بر تن شماست، ای کسای عدم بخششه، ردای نوحگری درده، در نام عیسی مسیح همین الان به زیر بیفته. همین الان در روح از تن شما جدا میکنم، از سر تا پای شما کنده شه این پوسته سخت عدم ستایش که نمیذاره شما رو به باره های خدا ببره. و در نام عیسی مسیح قدرت ایمان رو روی عروسان وفادار عیسی اعلام میکنم که با ایمان بگن ای داماد و شاه من عیسی، منو بکش به حجلگاه خودت تا اونجا از تو پرشم، از تو لبریز شم، چون من عروس تو هم، دنبال نان و ماهی نیستم بلکه عروسی هستم که از داماد بهترین ها رو که خودشه میخوام. در نام بی نظیر عیسی مسیح کلیسای خداوند بگه آمین. بلندتر آمین. درهای آسمون باید باز شه. آمین. Yeah.
دعاتون و بهترم بهش بگیم بهترم به سوی خودت دارم نه من الان دوی جلسه بلکه در رحم زندگی روزمره ما بدونیم او با ماست او با توست